سلام مجدد. به هر حال تا الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 10 ساعت از وقوع این حادثه دلخراش میگذره و متاسفانه تا الان هیچ سرنخ یا گزارش دقیقی از محل سقوط هواپیما و نقطه خاص اون در حقیقت اعلام نشده، جز شواهد و گفته هایی که به نقل قول از مردم محلی عنوان میشه. احتمال میدن که در منطقه دنگزدو در حقیقت در ارتفاع دنار رخ داده. در حوزه رادارها ما که اصلا تا شاید مثلا 10-15 سال پیش از داشتن رادارهای پیشرفته محروم بودیم، امروز فیز اری آرایه فازی یک فناوری بسیار مدرن در جهان هست که باز هم تعداد انگشت شمار کمتر از انگشتان یک دست، نه دو دست، کمتر از انگشتان یک دست فقط اون فناوری رو دارن. ما امروز رادارهامون این فناوری ها را دارن. اصفهان خبر خاصی و هیچ سرنخی از نقطه و محل سقوط هواپیما در الان گزارش نشده. و حتی وقتی ما رزمایش موشکی در آبهای جنوب و رزمایش دریایی داشتیم، پرنده های رادارگریز دشمن که اومده بود جاسوسی کنه توسط همین رادارها کشف شد و بعد با تکنیک های خاص فراری داده شدند. دقت کنید سیستم های ما نه در میدان عمل فقط با سیستم های خودمون تست شده باشند، یعنی ما مثلا پرنده های بدون سرنشین خودمون رو پرواز داده باشیم یا با سرنشین خودمون رو و بعد اونا رو کشف کرده باشیم، نه، ما سیستم های کشف خودمون مثل رادارها را با پیچیده ترین سیستم های دشمن که رادار گریز هستند و حرارت گریز هستند، یعنی هم در مقابل پدیده های آی آر، اینفرارد، مادون قرمزها، اینها واقعا ایزوله هستن، هم در مقابل امواج الکترومغناطیسی راداری و هم در مقابل حرکات اپتیکی، همه اینها. اما خوشبختانه فناوری هایی که امروز بچه های ما به اون رسیدن و اونها رو در سطح عملیات توسعه دادن و اینا الان به سامانه های عملیاتی تبدیل شدن. متاسف من واقعا الان که دارم صحبت میکنم، یعنی نمیدونم چجوری این همه عنایت و فضل الهی را در اوج محاصره علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی بیان کنید.